ما میگیم مثل قانون کانادا باشه، آنتاریو باشه. با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اصل زرین مهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا. هستم آقای دکتر، خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو دارن در سرتاسر دنیا ملاحظه میکنن. بله، پیش از آغاز گفتگومون با آقای دکتر، خدمت شما بینندگان گرامی عرض کنم که این برنامه جنبه حقوقی نباید داشته باشه. این یک اطلاع رسانی کلیه، چون هر کسی فرق میکنه، هر پرونده فرق میکنه، هر موردی فرق میکنه. به همین خاطر برای هر پرونده‌ای که شما در نظر دارین، هر موردی در نظر دارین که مشورت حقوقی میخواین، لطفاً با شماره تلفنی که پای صفحه تلویزیون میبینید با آقای دکتر تماس بگیرید تا مشکلاتتون حل بشه. آقای دکتر، داشتیم صحبت میکردیم راجع به مهریه و این چیزا، هنوز این جنگ و دعواها سر جایی، به یکی میگی بده، یکی میگی نده. آقا این کجای کاری ما؟ ببین، مسئله این شما قطعا هر دو موکل رو دارین دیگه. مسلمه که ما موکل رو داریم و مثلا مشکل حقوقی دیگه باید باش دیل کنیم، مثل خرید و فروش خونه اونه. یه موقع وکیل خریداریم، یه موقع وکیل فروشنده هستیم. به طب اینجا هم همینه، این مشکل یه مشکل منافع موکلتون رو در نظر میگیرین دیگه قطعا. ببینید، برای اینکه مثل خرید و فروش خونه مونه، بهترین مثالش اینه که در خرید و فروش خونه یه وکیل وظیفه‌اش اینه که منافع موکلش در نظر بگیره. بله. اینجا مثل همون میمونه، یعنی مهریه یه مشکل عدیده‌ایه که متاسفانه از ایران که شروع میشه این مشکل ادامه داره که میرسه به کانادا، میرسه به آمریکا یا کشورهای اروپایی. چون اونجا هم کیسایی رو دیدم که اون قضات اون کشورها با یه سری مشکلاتی مواجه بودن که با این مسئله مهریه به چه صورت برخورد کنن. ولی خب میشه گفتش که من به جرات میتونم بگم که استان آنتاریو از استانهایی است که پیشتاز این قضیه مهریه بوده و تا به امروز دقیق تر مسئله رو پیش بینی کرده و به خوش راحت تر کنار اومده و امروزه به جوری است که به نظر من اگر فردی ملزم باشه که مهریه رو بده فر برخورد کرده. یه علتش هم اینه که خب استان آنتاریو بیشتر از بقیه جاها ایرانی داره و این مهریه هم بیشتر مال ایرانی هست ها، یا مال کشورهای دیگه هم دارن مهریه رو. ببینید، مسئله مهریه فرمایش شما کاملا درسته که مخصوص ایرانی هست، ولی مشکل مهریه بیشتر مشکل ایرانی هست. در اینکه بخوایم مقایسه کنیم، خب آمریکا ایرانیاش بیشترن، ولی قسمتی که به مهریه و مسئله مهریه هست کمتر بها داده شده، بدن که ازدواج های اونا ازدواجی نیست که بر اساس مهریه بوده باشه. نسل ایرانی که در عرض 40 سال گذشته در آمریکا بوده کمتر میشه گفت مثل آنتاریو است که مهاجر پذیری داشته به این صورت. البته مهاجرینی که اومدن در کانادا وقتی که ازدواج کردن همشون با یه مهریه سنگینی وارد کانادا شدن، از این لحاظ که با آمریکا یه تفاوت به نظر من داره. دومه که به دلیل روابطی که ایران و به اصطلاح ایرانیای داخل آنتاریو داشتن یا داخل کانادا داشتن با ایران، به طبع اگه هم خواستن زن بگیرن و دختر ایرانی بگیرن، خواستن برن رفتن سراغ مثلا دختر خاله، دختر عمه، دختر همسایه، یعنی به یه جوری ربط پیدا کرده به کسایی که رفتن ایران. و چون رفتن ایران و این همسر رو انتخاب کردن، همه ایران مهریه دارن. مشکل مهریه اینه که میزانش زیاده. یعنی اگه مثلا فرق مهریه‌ای که ما امروزه در ملیت ایرانی میبینیم با ملیت افغانی میبینیم، با ملیت پاکستانی میبینیم، با ملیت های دیگه میبینیم، شیعه نه ولی مثلا جعفریه، مذهب جعفری میبینیم، تعداد مهریه ها معقوله. مثلا 20,000 دلار، 30,000 دلار، 10,000 دلار، 15,000 دلار، نه دیگه. ولی وقتی به ایرانی ها میرسیم 1,300 تا سکه وقتی که میاد. من خودم نمیدونم موقعی که میگم که نگیم عروس خودت میگه که عروس خانم مثلا در سال 1370 دنیا آمده 1,370 تا سکه. دقیقا نمیدونم میگن 70 سکه چون خانم در سال 70 به دنیا آمده، میگن 1,370
از چیز مسئله مهریه هنوز یکی از مشکلات عمده که تو پرونده ها مطرحه. خب ببین مشکل از کجا شروع میشه. امروز هم مثلا من همین صبح که به صلاح چیز بود یه صحبتی با یکی از موکلام داشتم، همین مطلب بود که موکل من تو اون پرونده مرده و باید مهریه بده. بعد میگفتم که من میگفتم خب بالاخره شما باید یه پولی رو بدی. میگفت آخه یه بالاخره شما میگه چه مقداری؟ گفتم به مقداری که نشستی سر سفره عقد تعهد کردی باید بدی، به دلیل اینکه قبول کردی. من که نبودم که بهت ادوایز بدم موقع ازدواج. و دولت کانادا هم اینو به عنوان یک قرارداد رسمی رسمیت میشناسه. ببینید ما در بهتر بگیم دولت آنتریو در استان آنتریو، بله، به دلیل اینکه دولت کبک باشی جور دیگه داره برخورد میکنه، دولت های دیگه در استان دیگه هر کدوم به یه نوعی برخورد میکنن. برای همینم عرض کردم که در استان آنتریو بعد از سالها تلاش و نظرات مختلف قضایی که رو پرونده‌های مختلف صادر شد، دادگاه عالی آنتاریو که بالاترین دادگاه استان آنتاریو هست و تمام دادگاه‌های آنتاریو ملزمن که از اون دادگاه تابعیت کنه، اسمش هم از کورت آف اپیل، خب اون یک نظریه قضایی داد که برای همه تابع شده. و الان خوشبختانه حداقل برای من وکیل پرونده میاد جلوم دیگه نمیگم اگه این بود اینجوری میکنیم، اگه اون بود اونجوری میکنیم. به استناد اون استناد نیست، الزام آوره. این نیست که بگیم به اون استناد میکنیم، نه نه، الزام آوره که همه قضات به اون بکنن. یعنی من بارها بوده که این دادگاه که حکم داد، خب از یکی از پرونده هایی بود که من وکیل پرونده بودم صادر شد، و تو اون پرونده که مال یه خانومی هم بود، دادگاه نظر داد که تو اون پرونده، حتی من وکیل دادگاه اپلش نبودم، دادگاه سوپیرش بودم، دادگاه اپلش نبودم، تو اون دادگاه نظر داد که مهریه باید پرداخت بشه تمام و کمال؟ تمام، خود مهریه باید پرداخت شه ولی تابع شرایطیه که توی بعد نگاه کنیم به شرایط پرونده که فرمولای مختلف داره، که تو اون فرمولا بعد نگاه کنیم چقدر هست، آیا نصفش پرداخت میشه، بیشتر پرداخت میشه، کمتر پرداخت میشه، جوری پرداخت میشه. ولی هیچ پرونده تا به امروز ندیدم که فول باشه، مگر که اخیرا این پرونده بود که مطرح شد که من گفتم با توجه به این پرونده و با توجه به قراردادی که تو پرونده وجود داره کنار قرارداد ازدواج، به تبع فول پرداخت شد. نظر من بود که فول پرداخت شد، ولی در بسیار موارد نه، باید به مدارک پرونده نگاه کنیم، به شرایط نگاه کنیم بگیم. اما مسئله مهریه ببینید در تقسیم اموال وقتی ما وارد پرونده ها میشیم، بحثمون اینه که تقلبی وجود داره یا نداره، همه اموال درست اعلام شده نشده، اموال داخل ایران درست اعلام شده نشده، شرکت های تو دبی درست ارقامش اعلام شده، بانک هایی که در جاهای مختلف دنیا وجود داره، آیا اینا ارقامشون صحیحه، دقیقه، واضحه یا نه؟ خب این بحث ما اونجا داریم. حالا توی این وسطه مهریه هم به عنوان یک مطلب عمده مطرح میشه که پرونده رو بغرنجتر و پیچیده‌تر میکنه. وقتی پرونده مهریه رو داره، برای من وکیل یک کار مضاعفی رو ایجاد میکنه. اصلا کلمه مهریه که میاد یعنی یک عنصری که باید بهش توجه بشه، با دقت باش باید خورد بشه مثل عامل دیگه. ولی ما در قوانین خودمون میگیم فامیلی لا، قسمت فامیلی لا یکی از پیشیده ترین قسمت های حقوقی کشوره، چون نه تنها به مسئله اختلاف دو نفر ارتباط داره، بلکه این دو نفر ممکنه شرکت داشته باشن، پس حقوق شرکت ها مطرح میشه، اموال دارن، خونه دارن، ریال استیت مطرح میشه، بچه دارم، مسائل بچه خونم مطرح میشه، هر کدوم مسائل مختلفی داره تو بیزینسشون، تکس رو مطرح میکنه که مسئله تکس چی میشه توی وسطه. حالا همه این پیچیدگی‌های طرف یا عامل خارجی مثل مهریه هم میاد که تاثیر بسیار بزرگی رو یه دونه ملک میذاره، قوز بالا قوز میکنه، دقیقا مشکلی رو افزایش میده. و با توجه به اینکه این مشکل رو افزایش میده، احتیاج داره که باهاش با دقت برخورد بشه، حقوق خانوم پایمال نشه، بیش از اندازه از آقا پول گرفته نشه. یعنی میخوام بگم که خیلی شرایط مختلف و متعدد داره که باید مشتقد بشه. از نظر قدرت پرداخت اینا دادگاه در نظر میگیره که این طرف مثلا صاحب بیزنس های مختلفه یا
کارگر یه جا کار میکنه، اینا این شرایط هم در نظر میگیره دادگاه؟ ببینید دادگاه شرایط متعددی در نظر میگیره، ولی باید نگاه کنیم که شما خونه خریدید، $200,000 پول دادید، خونه قیمتش اومده پایین، موقع معامله که دارید انجام میدید بانک بهتون وام نمیده. خب آیا شما مستحق هستید که اون $200,000 رو ضبط کنید؟ مسلمه که هستید. آیا اگه برید دادگاه و ثابت کنید که قیمت خونه اومده پایین نسبت به روزی که شما میخوای معامله بکنی، یعنی روزی که فروخته بوده $1,000,000 برفرض، حالا ملک بوده هر چی بوده، اسم شما نمیخوام بگم، چون امروز تا بگه خونه میگن کوچه، تا بگه تورنتو میگن $2,000,000 امروزه، ولی واسه مثال داریم میگیم اون ملکی که شما خریدید برفرض $1,000,000 بوده، موقع فروش شرایط مارکت بد شده، قیمت اومده پایین. بارها این اتفاق افتاده در طول زندگی حقوقی من و من باید بودم که دم خرید با روزی که کلوز میشه قیمت ها نیست، بهتر فروشنده میاد پول رو توقیف میکنه، دو خسارت میخواد. این دیگه بستگی اون طرف داره که بره ببینیم میتونه خسارت بگیره نگیره، و اینکه آیا طرف پول داری نداره. یعنی مسئله مهریه هم به نظر من همین، اگه یه نفر بده کار بشه قاضی میتونه رأی بده، با توجه به شرط پرونده اجازه داره رأی بده. آقای دکتر آبدی، فرض کنین که یه ازدواجی 40 سال پیش شروع شده، اون موقع مثلا 300,000 تومان که برای خودش برابر بوده مثلا با 300 سکه، اون 300,000 تومان آیا معادل سازی میشه که الان میخواست کنه یا همون 300,000 تومانه؟ و من تا حالا با این مشکل برخورد نکردم و کیس لای رو ندیدم، اما به نظر من 300 تومن اون موقع رو نباید بیه به طلا مقایسه کنی. ما همیشه پول رایج کشور رو با پول رایج همون کشور در همون مقطع معادل سازی نمیکنن که اون موقع چه ارزشی داشته الان چه ارزشی داره. به دلیلی که اومد و در همون موقع 300,000 تومان اگه میدادی یه دونه زمین میگرفتی، ممکنه امروز اون زمین 300 تومن باشه، ممکنه اون زمین امروز 3 میلیارد تومن باشه، در حالی که در دلار اونجوری نیست. اون 300,000 تومانی که من میگم برابر با 300 سکه طلا. خب اون موقع شما میگی 300 سکه طلا، ولی در همون مقطع ممکنه که مثلا اینکه بگه مقایسهش کن با 300 تا قوطی کبریت. کی به شما این زرم میده که با طلا مقایسهش کنی؟ چه مجوز قانونی وجود داره؟ پس معادل سازی نمیشه. همتون نمیشه. تنها جایی که معادل سازی میشه که اگر همون موقع 40 سال گذشته 300 تومن مثلا شما اومدی مهریه دادی به یه نفر، گفتی امروزه تو ایران اومده اینو برابر با مقررات ایران به ریال دارن تبدیل میکنن، که در نهایت به نظر من نمیتونه درست باشه. من متوجه هستم ارزش ریال به ام رفته، ولی تب میام میگم خب به جای 300,000 تومان 300 تومان رو بگیریم امروز مثلا 300,000 تومان یا بکنیم 3,000,000 تومان، باز هنوز اون دلار رو نمیده بهت به اون هدفی که شما نمیده. به مشکل بگیم مجوز نداری، مجوز قانونی نداری که کدوم قانونا منجز کنی، ولی مجوز داری که اگه بگی من 300 تومن تو ایران بوده مال 40 سال پیش، نگاه کنیم دلار در مقابل تومن چقدر بوده در اون مقطع، این چیز مقایسه قانونی شه. از نظر من 7 تومن بوده دیگه. 45 باری شلا 300 تا 7 تومن میشه، مثلا اون موقع شما بابت مهریه باید $50 میدادی، حالا باید $50 بدی. انجام بده یه خوبه. من خب مثلا اون موقع ارزش سکه با هماهنگی داشت، الان مثلا دیگه نگم سکه یه جای دیگه گرفته دومن، با تشکر از دولت جمهوری اسلامی اصلا بی ارزش ترین پول دنیا شده. ببینید اشتباه نشه، مهریه به این معنی نبوده که پرداخت بشه، به این معنی بوده که یه چیزی تموم بشه بره. در دوران شوم جمهوری اسلامی این مشکلات فرهنگی پیش اومده، این رقم ها رفته بالا و این فرهنگ رو خراب کرده. میگه زمان شاه شما چقدر طلاق داشتید؟ نمیگم طلاق نبوده، طلاق هم بوده اون موقع، چون دادگاه خانواده بوده اون موقع، قوانین حقوق خانواده بوده، پس مسلم اون موقع ما طلاق داشتیم، ولی ریت طلاق چقدر بوده، ریت گرسنگی چقدر بوده و امروز نگاه کنید بیشتر همین هم به صلاح انگیزش
مال داشتن و نداشتن بود دیگه به صورت دقیقاً و فقر اقتصادی و مشکلات اقتصادی میتونه کمک مالی بکنه که تعداد ازدواج ها بالا نره پایین بیاد، فقر جوری میکنه که طلاق بشه. ولی مسئله مهمه اینه که ما مشکل مهریه رو داریم و چون این یک عنصر وارداتیه از کشور ایران داره وارد کانادا میشه، به طبق قضات ما در قوانین کانادا سر کردن با توجه به قوانین کانادا که برای این تفسیر کنن که واقعا این چیه، چجوری میشه و تا چند میشه گرفت. به نظر من اگر که دو نفر، حالا کار ندارم تحت چون بریم، قرارداد دارن، قرارداد محترمه، طبق قوانین استان آنتاریو این قوانین باید مثلا بررسی بشه و طبق قوانین آنتاریو باید ثابت بشه. اگر ثابت شد که واقعا این قرارداد معتبره و قرارداد لازم اجراست، با توجه به قوانین استان آنتاریو که سه دهه است قضات دارن این مطلب رو بررسی میکنن در کیس های مختلف، به یک چارچوب دقیق قانونی رسیدن. به نظر من باید اجرا بشه و قانون فعلی اینه و برای من به عنوان وکیل لازم التباس که این قانون رو به موکلم بگم و اجراش بکنم. یه سوال سریع دارم، متاسفانه وقتمون تموم شده، و اینه که به نظر شما مهریه کلن باید لغو بشه؟ ببینید من در مقامی نیستم که بگم مهریه باید... به عنوان وکیل نظرتون چیه؟ همونو میخوام بگم، به عنوان وکیل من نمیتونم نظر بدم که مهریه باید حذف بشه یا بمونه، به دلیل اینکه در کانادا که هستم معتقدم که مهریه یک مشکل حقوقی وجود بوده در زندگی زناشویی افراد. من چون وکیلم باید نگاه کنم این قرارداد وجود داره یا نداره. وقتی که وجود داره و موکلم هم میگه من مایلم که مهریه‌مو بگیری، باید مهریه‌ش رو از قاضی درخواست بکنم. و پرسونالی به نظر من میاد که وجود مهریه اگر تعداد سکه‌ها زیاده، عروض اول مشکل رو به وجود آورده، توقعات زیادی رو به وجود آورده، در نگوشیشن هایی که همسرا با هم داشتن مشکل ساخته و پشتش هم باعث شده که هر موقع پدر زن ها تو ماد یا ما مادر شوهر و پدر شوهر وقتی با مسئله مهریه برخورد میکنن، خود به خود بدونی که متوجه بشن نارضایتیشون رو از میزان، از تعداد، از چیزهای مختلف در روابطشون نشون بدن، که امروزی میرسیم که این روابط باعث میشه که طرف بگه من اینو میخوام. بله. و این باعث جدایی میشه بیشتر به نظر من تا باعث میشه که دو طرف سعی کنن با هم دیگه راجع به چیزهای دیگه صحبت کنن، راجع به مهریه صحبت کنن. شما سوال به اصطلاح جواب منو سیاست با سیاست مدارانه داری، ولی من با کسی که همین حقوق دارم، من کسی که حقوق نیستم، با من کسی که وکیل نیستم، من فکر میکنم که من رأی میدم که مهریه لغو بشه. نرخ و قیمت گذاری رو انسان هاست و معامله کردن انسان ها شرط دموکراسی و انسانیت نیست. ممنون از توضیحاتی که آقای زریمه چون فرمودین، بنده عرض کنم خدمتتون با توجه فرمایش شما، تو برنامه امروز برنامه حقوقیه. بله. نظرات جنبه حقوقیتون و حقوقیمون مطرح کنم. بله. نه جنبه اقتصادیمون، نه جنبه سیاسیمون، نه جنبه اجتماعی. من الان اگر امروز هستم در خدمت شما تو این برنامه، دارم به موکلان و به موکلان که نه به بینندگان محترم اطلاع رسانی میکنم به عنوان یک حقوقدان، نه به عنوان یک سیاستمدار، نه به عنوان یک جامعه شناس. به طبع مشکل حقوقی رو در دادگاه های آنتاریو دارم میبینم و وقتی که یه موکل من میگه من این مشکل رو دارم و حالا چیکارش کنم، نمیتونم موکلم بگم خانم یا خانم محترم موکل عزیز مثلا شما 500 سکه طلا حقته، من چون نظر اجتماعی میره بیا ازش بگذر. نه ببینید که میگم برای آینده است. نه نه منظورم اینه که مجبوریم که دیل بکنیم دیگه، هر مورد شرایطی که هست چون قانونه. نه به دلیلی که قرارداده. قرارداد وقتی که قراردادیه که دو نفر با آزادی کامل نشستن توافق میکنن، توافق کردن، باید اجراش. به عنوان مثال فقط میگم، اومده شما خونه، یکی اومد در خونه ات، گفت خونه ازت میخوام بخرم، شما میگی چند؟ میگه 500,000 دلار. برو بیرون. خدا بشو. نمیفروشم.
یکی دیگه میاد یه صد دیگه به شما میگه 10 میلیون دلار. شما خود نگاه میکنید این عقل داره نداره؟ مطمئن 10 میلیون تومان؟ آره. چقدر پیش پرداخت میدی؟ 2 میلیون هم الان پیش پرداخت بهت میدم. مطمئنی؟ میگه آره. میگه قبول میکنی؟ میگه آره. میگه چجوری قبول میکنی؟ میگه تا یک ساعت دیگه وکیلم قرارداد رو صد میده یا ایجنتم قرارداد رو شما میده با یه چک 2 میلیون دلاری. شما قرارداد امضا میکنی؟ ایشون متعهد میشه خونه شما 10 میلیون دلار بخره. چک 2 میلیون دلاریش هم میگیری دیپوزیت میکنی تو ریل استیت ایجنت بروکر یا دفتر وکالتی که وکیلت خواهد بود. خب حالا اگه قرار میگی آقا کلوزینگ که میگی 6 ماه دیگه یه سال دیگه این آقا رفت بعد یه سال اومد آقا من اشتباه کردم بخم نکشید آقا قرار داده میگه نه من نفهمیدم چی میکنم سرم کلا رفته اون قرارداد به جای عقوبت خودش باقیه میخوام بله. بگم که ببینید ما در این که یه قرارداد شما میتونی دادگاه 2 میلیون دلار میگیری 8 میلیون هم سوش میکنی نمیتونی خونه تا 8 میلیون بفروشی چون 2 میلیون بیشتر نمیارزیده بله متوجهم بهتر میام باقیش رو سون میکنی شما جنبه قانونیش کجا دکتر من مثل حق به تو میمونه خب حق به تو فلان سه هست ولی من میگم که باید لغو بشه اینم یه چنین چیزیه تا وقتی که به اصطلاح تصویب نشده این یک حرف یه پیشنهاده بنابراین جنبه قانونیش رو که باید اجرا بشه ببینید ما نباید بگیم مهریه نباشه به نظر میتونیم بگیم آقا مهریه اگرم باید باشه باید به میزانی باشه که طرف میتونه پرداخت کنه باشه. نه میتونه پرداخت کنه من اگه قدرت پرداخت دارم 10 سکه طلا 10 سکه طلا رو بزنم تو حساب پسند بزنم که آقا من 10 سکه طلا دارم میتونم در میزان طلا اگه نمیتونی نه به خود دروغ بگو نه به عروس خانم دروغ بگو ولی وقتی که من میگم که اشکال نداره من 500 سکه طلا میدم من 1000 سکه طلا میدم تعهد میکنم امضا میکنم آخه قرارداد دارم میبندم بله قرارداد شما جنبه حقوقیشو در نظر میگیرین که کاملا هم درسته در حال حاضرم به اصطلاح باید اونا رعایت بشه مخصوصا در استان آنتاریو که گفتیم به رسمیت شناخته شده ببینید شما بگو من معتقدم که مهریه اگه میگی باشه جنبه فرهنگی هم باشه اشکال نداره دو شاخ گل باشه بله اگه قرار سنت باشه میگه حتما باید یه چیزی باشه که پدر صاحب بچه در بیاره ممنون از توضیحات دارید استاد میکنم ببخشید من اگر خارج از زمان صحبت کردم چون شما فهمیدین من مثل پالیتیشن ها صحبت میکنم گفتم نه من مثل یک حقوقدان صحبت میکنم ممنونم از توضیحاتتون و از این نشون میده که شما وکیل بسیار قابلی هستید با 28 سال سابقه شوخی نیست به حال اگر من 21 سال وکیلم 21 سال وکیلی من تا 7 سالم شما سابقه آره مهاجرتی در زمینه حقوق مهاجرت به عنوان مشاور در امر حقوقی بودین بله به هر حال 21 سال هم کم سالی نیست از شما سپاسگزاریم که به این برنامه توجه کردید و امیدوارم که سالهای خوبی رو سال خوبی پیش رو داشته باشین در اوایل بهار هستیم بله. و از شما سپاسگزاریم آقای دکتر که تشریف آوردیم و توضیحات جالبی رو دادید با تشکر شما آقای زریمه که همیشه با سوالاتتون زیبا و مطالب دقیق با نکته های زیبا و جالب و گاهی هم بحث انگیز مطرح میکنید که همه اینا هدف ما اینه که تو این برنامات بتونیم بینندگان محترم تلویزیون رو آگاه بکنیم دید بیشتری بدیم که اگه با مشکلات حقوقی مواجه میشن حداقل بدونن که مشکل حقوقی رو باید با یه وکیل مطرح بکنن بتونن اطلاع رسانی بهشون بشه و بهشون کمک بشه که بتونن از اون راهنمود استفاده کنن تا وکیلی که تو اون زمینه میخوان استخدام کنن حتما برن دنبالش نظرتن این حقی باشه بلکه همکار محترمی که هر جای استان آنتاریو دارن فعالیت بکنن باشه هدف اینه به طب منم همیشه از شما تشکر کردم و الان هم بازم تشکر از شما میکنم با توجه به اینکه همیشه کانتریبیوت کردید فعالانه یک نکاتی رو گفتید که کمک کرده به این بحثای ما که بتونه روشنتر مطرح بشه واضحتر بشه و بتونه قشنگ به دل بشینه و همچنین با تشکر از بینندگان محترم تلویزیون آیدیتی که این برنامه رو دارن ملاحظه میکنن در سرتاسر آنتاریو و همچنین بچه اتاق فرمان مثلا آقای مهندس فرزاد که خیلی زحمت میکشن و این برنامه رو تنظیم میکنن تا عزیزان بتونن برنامه رو با محتوای بالا ببینن با سپاس از شما بینندگان گرامی که به این برنامه توجه کردین تا برنامه بعد خدا نگهدار خدا حافظ